به ادامه خبرها توجه فرمایید. تلویزیون التقید گفت گروهی از نیروهای عشایر به یکی از مقرهای نظامیان مالکی در استان الانبار حمله کردند. عشایر عراق فیلمی از این حمله را که صحنه تهاجم آنها و فرار نظامیان مالکی را نشان می‌دهد منتشر کردند. تلویزیون الجزیره نیز به نقل از شاهدان گزارش داد که در شهر رمادی در استان الانبار عراق بیش از 20 تن از نظامیان مالکی در درگیری‌های شدیدی که در منطقه الملعب جریان داشت از پای درآمدند. علی حاتم از سلیمان امیر عشایر دولیم گفت شورای انقلابیون عشایر آماده پذیرش هر ابتکاری برای پایان دادن به بحران در الانبار است، مشروط بر این که ارتش به پایگاه‌های سابق نظامیش عقب نشینی کند و آتشباری کور علیه شهرهای رمادی و فلوجه متوقف شود. به افزود حکومت محلی در الانبار و شورای استان الانبار که غیرقانونی هستند و مردم را نمایندگی نمی کنند باید تغییر کنند. به همه خواسته های متحسنین باید پاسخ داده شود و به کسانی که از آتشباری در استان متضرر شده اند خسارت پرداخت شود. وی به گزارشگر خبرگزاری نینای عراق گفت آماده است در صورت وجود هر تروریستی از داعش در الانبار با او بجنگد و او را از استان بیرون کند. به گزارش تلویزیون بغداد، شیخ حمید عباد محمدی خطیب جمعه فلوجه نوری مالکی را به تلاش برای به آتش کشیدن کشور به منظور تضمین بقایش در حاکمیت و تصفیه رقبایش متهم کرد. وی گفت مالکی نظامیان را به کار گرفت و از شبه نظامیان حمایت کرد و با قاتلان و مزدوران برای قتل اهل سنت در رمادی و فلوجه و کشتار آنان استفاده کرد. خطیب جمعه فلوجه گفت نمیتوان تصور کرد هیچ انسانی دست به کارهایی که نیروهای مالکی میکنند بزند، مانند سوزاندن اجساد و مسله کردن اجساد شهدا و شکنجه زندانیان بیگناه و منفجر کردن خانه های مردم. تلویزیون فلوجه گزارش داد پزشکی قانونی بغداد تعداد 40 جسد از افرادی را که قبلا توسط نیروهای سوات وابسته به نوری مالکی در منطقه اتاجی در شمال بغداد ربوده شده و سپس به قتل رسیده اند تحویل گرفته است. به گزارش تلویزیون الفلوجه یک منبع امنیتی گفت این 40 نفر کسانی بودند که 3 روز پیش در تأسیسات النصر در منطقه اتاجی ربوده شده بودند و سپس اجسادشان در شهرک صدر پیدا شده است و بر روی این اجساد آثار شکنجه و شلیک گلوله دیده می شود. ائتلاف متحدون طی بیانیه‌ای در مخالفت با کشتار مردم الانبار توسط حکومت مالکی اعلام کرد آنچه در الانبار واقع شده با دور نگه داشتن عمدی پارلمان بوده است. این جنگ که با پوش نابودی تروریسم انجام می شود باعث کشته و مجروح شدن هزاران غیر نظامی بیگناه و کشت دادن 500,000 شهروند این استان شده است. تلویزیون التغییر گزارش داد روزانه 7,000,000 دلار هزینه جنگی است که دولت مالکی آن را در الانبار به پیش می برد. دولت عراق از طریق بستن قرارداد سلاح با رژیم ایران با هزینه میلیون‌ها دلار تلاش می کند وضعیت در استان الانبار را تحت کنترل بگیرد. در تحول دیگر خبرگزاری کردی پیام نیر گزارش داد که اقلیم کردستان عراق از سازمان ملل متحد خواست دولت مالکی را برای لغو محاصره کردستان تحت فشار قرار دهد. عارف طیفور معاون رئیس پارلمان عراق ضمن طرح این خواست گفت سیاست دولت مالکی سرکوب مردم کردستان است. سازمان ملل متحد باید به سرعت دخالت کند و سرپرستی منابع طبیعی را به عهده بگیرد. این منابع باید به نحو عادلانه و مساوی بین تمام مردم عراق و اقلیم کردستان توزیع شود و باید تصمیم بین المللی درباره آن اتخاذ گردد.